بسم الله الرحمن الرحیم. بعد تقریب درس های گذشته درس ما میتونم از قسمت برنامه اکسل آغاز میکنیم. خب روز گذشته ما شما تا قسمت انزرت و بخش 4 سم کمال مورد مطالعه قرار داده بودیم، سلایسر تایم لاین. امروز میخواییم بخش هایپرلینگ ببینیم. شما هایپرلینگ در قسمت ورد هم خوانده بودیم که اگر بخواییم که مثلا یک متن با یک فولدر ارتباط بتیم، پس از هایپرلینک چی میگیم استفاده میکنیم. فرض مثال ما میخوایم مثلا مای فایل یا مثلا مای پیکچر، هر وقتی ما بارش کلیک کنم مای پیکچر به من چه باز شد، مثلا یونش میگه مای میوزیک، هر وقت بارش کلیک کنم میوزیک بشه، مثلا یونش میگم فولدر، یعنی هر وقت بارش کلیک کنم یک فولدر در خواهیم باز شد. پس می در قسمت کلیک میگیم از هایپرلینک از قسمت کارنت فولدر مثلا مرکزش انتخاب میکنیم. مثلا میگه هر وقت بالا ایچ کلیک کردم با من فولدر باز شمه، مثلا مای میوزیک یا مای پیکچر با من چیش باز شمه. اوکی، بعض من مای میوزیک کلیک کردم میام از قسمت خب تایم لاین قرار ما رو مطالعه قرار دادیم. هایپر لینک از قسمت داکیمنت میگم باز شمه با من، مثلا مای میوزیک من که گرفتم با ما فولدر مای میوزیک چی شب باید هست کنیم باز شما. پس من از قسمت سمیز از قسمت می مای میوزیک اوکی، و من که فولد ایره یعنی فولدر که کلک کردم با ما باز شما چی مستقیم ادوب اوکی. این حالا بالا رسی کنسر تا بیار برد میگم کنترول، یعنی که کلک کنی دی وان چی کنی میگم یس چی شد فولدر امیج با ما شد باز شد. یا که اگر از قسم ما بگیم مای میوزیک اوتومات اگر کمی بگیم یس فولدر مای میوزیک با ما چی میشه باز میشه، که فولدر اعتماد فولدر اتوب که پلیمرت شد باز شد. یه بود وزیبی های پرلنک، یعنی متن با یک فولدر ارتباط میدم. بعض این دیگه قسمت تکس باکس، تکس باکس گفتیم یک دیگه قسمت یک فری جمله که میبخشن دیگه قسمت فری ورک باکم هر کدام چیز متن نشته کنیم باز از تکس باکس استفاده میکنیم. بالا از کلک میکنیم ترسیم میکنیم، این دیگه قسمت می مثلا چی میخوایش میخوای درش کن. این بود وظیفه تکست باکس که مقابل تکست باکس هم مورد مطالعه قرار داده بودیم. بعض قسمت انظر داریم هیدر اند فوتر، هیدر بالا ورقی و فوتر پایین ورقی که در برنامه وردم ایره مورد مطالعه قرار دادیم. میایم بالا از کلیک میکنیم، بعد از که بالا از کلیک کنیم دیگه قسمت بر ما ایجاد میشه. خب بعد از نال قسمت هیدر مثلا در طرف رایت باشه، در طرف لفت باشه، در طرف وسط باشه، رایت برای انسی لفت بدری و وسط یعنی سنتر با اردو. میایم در ایدر باشه مثلا یک عنوان مثلا تی 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 اکادمی این یک عنوان، یا که این در قسمت هیدر باشه مثلا اینجا نام هست، نام های مختلف هست مثلا شیت وند پیج وند یعنی به این شکل یک نام باشه. یا میگم نه در قسمت هیدر باید یک بالا از کلک میکنیم، این در قسمت هیدر باید چی باشه یک پیج نمبر باشه بالا از کلک میکنیم. این حالا یک چیز درش کنین، تا وقتی که یک چیز درد نکنین پیج نمبر فعال نمیشه. کمی درش کنین چی شد پیج نمبر درش. بعد یک قسمت داریم در قسمت دیزاین و نمبر آف پیج، اینجا یک سپیس میتین یک سلاش ها باز یک سپیس. بعض اینا لید نمبر آف پیج درس میگه، مثلا این در صفحه اول هستم چند صفحه هستم، مثلا 10 صفحه هست در کدام صفحه چیزی، مثلا در صفحه یکش به شکل شما ده بالا چی کلیک و این ها رو بیمه ده یک صفحه هست و در صفحه اولش تو چی قرار داری. بعض قسمت دیزاین میم نمبر و بعض کارن دید میم تاریخ با ما درش کن، تاریخ تاریخ کمتر زن درش میکنه، این تاریخ که در یک قسمت هست این تاریخ بر داشت میکنه درش میکنم. بالا چی کلیک کنی تاریخ شد درد شد. میم در پاری تاریخ باید فعلا تنها تاریخ زنید، در پاری تاریخ باید تایم باشه. بالا چی کلیک کنین سپیس سلاش باز سپیس میم تایم هم باشه کلک کنیم اینال شد ای دیت و ای هم تایم. بعد این در قسمت فایل تایم میم نه نمبر باشه نکنم نام، من میخوایم فقط منطقی فایل هم باشه که این فایل ما در کجا سیو هست. نخواست فایل خود میم سیو میکنیم سیو تو دسکتاپ برام بکن درسته سیو. میم اینال در قسمت ایتر میم باشه از قسمت دیزاین میم به فایل پد چی میگه؟ میگه در درایو سی یوزرز سی ار سرویس دسکتاپ ها برام بکن. خب میم دمو فولدر میره ببینیم که هست یا نه. خب مای کامپیوتر رو باز میکنیم درایو سی. خب بعد درایو سی چی بود؟ یوزرز
از قسمت یوزر سا پیدا میکنیم، یوزر سی ار سرویس باز دسکتاپ در قسمت دسکتاپ نمونه باکن چی هسته ثبت است. در قسمت به این شکل به ما چی میاره؟ موقعیت چی میاره؟ میگه موقعیت برای ما نبیار، یا می موقعیت هم باشه با موقعیت نام فایل هم باشه. پس دو صورت میان در قسمت کلک میکنین سپیس سلاش باز سپیس میان فایل نیم باشه بشه، یا می فایل نیم خواست این داره. پس سیره میان پاکو میگه میره پاکو اما با ما فایل نیم بان می بخشیم فایل پت آمد باز میگیم فایل نیم بان و امرا با فایل نیم شید نیم هم بان. این هم میگه فایل نیمیت بکن و در شید اول است. در دیزاین دیگه داریم در قسمت پکچر میخوایم دینیم ایدر خود یک پکچر در شروع میگیم بالای پکچر کلک میکنیم ورک آف لاین میگیم به این شکل یک پکچر انزرت بعد که انزرت کردی این هر بیوی فارمت پکچر فارش بالای سی کلک کو میگیم سایزش باشه مثلا یک چی شد؟ امو فوتو در شد. این حالا فایده ایزی ای در چیز بی بی پکچر در ای فوتو در هم در شد. هزار صفحه دیگه هم که باشه در اون هزار صفحه دیگه هم چی میشه نمیخی در تو درش میشه در صفحه که بایی در ای صفحه شده در چیز میشه. خب میایم در قسمت دیگه در قسمت در قسمت هیدر اند فوتر فعلا در هیدر هست میخواییم برین با فوتر یعنی با پایین ورقی بیم گو تو فوتر این حال در پایین ورقی بیم میایم پس برو با هیدر بلیس کلک پس با هیدر میره. میگم در صفحه اول یعنی صفحه اول صفحه دیگر متفاوت باشه. مثلا اگر اینجا یک داشت مثلا تی 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 ببینید در این صفحه هم داشت و در این صفحه هم نه صفحه اول هم میخوایم که یعنی فرست هست نمیخوایم با فرست یا مثلا پیج نمبر داشت میکنید از قسمت دیزاین میایین میایین پیج نمبر باشه. اینا یک اینجا مثلا یک چیز داشت کنیم که هم فالش هم اینه دو شد میگم اینا یک صفحه ای فرست هم هست نباید این پیج نمبر باشه. پس در اوست در قسمت دیزاین میایین یه فال میکنیم که یه فال کنیم اینا رو بی صفحه اول نمبر دارم صفحه دو بر نمبر داره. بعد در قسمت هیدر میاییم different odd and even اگر من در قسمت مثلا یک درش کنم و از اینجا different odd and even ای را فعال کنم بازی باید تمام صفحه های یعنی شماره های تاخ همه درش میکنم مثلا یک درش میکنم دور درش نمیکنم صفحه میگیریم سایکو این حالا با من اینجا نمبر ببین در قسمت دور درش نکردن در چه سری درش کردن البته نمبرای تنها نمبرای چی تاق درش میکنم. در قسمت دیزاین میایم دیگه از قسمت اسکیل و داکیومنتس فعلا این داکیومنت با من شما میتاگ میرن چک کنم داکیومنت با من ما شده نمیشه با میشه الاین وذ مارجن یعنی امر با آشی صفحه باشم میگم میخوام که این داشی صفحه باشه پس چک میگم نمیخوام بوزیره ان چک ببینید از آشی صفحه کمه. این بود وظیفه هیدر اند فوتر. بعد از قسمت انزر داریم ورد آرت. وظیفه ورد آرت چی هست؟ خب یک صفحه جدید میگیری نخواست میایم از قسمت یک مثلا یک عنوان درش میکنم در قسمت ورد آرت میایین با چه شکل متن دارم باشه اینه به این شکل این حال درش کرو این ورد بنام چی هست؟ مثلا نور هم هست نخواست را پاک میکنی تی تی اکادیمی اینه به این شکل یه بیان رو دیگه قسمت بگذار اینه به این شکل یعنی دراوینگ تولز است که ما ایره باز مکمل کنشم مرد مطالعه قرار داریم این وظیفه عزیزه یعنی یک شکل کوردارد است. در قسمت انزرت می بعد یک قسمت داریم مایکروسافت آفیس سیگنیچر لاین. اگر می خواهیم که به شکل اتومات یعنی یک سیگنیچر یعنی همیشه وقت با این که داشت کدیگ باشه پس از خطه همین بالا کلک میکنین مثلا نگین یک نام باشه به نام احمد مثلا احمد هستم منجر و ایمیل هست شما مثلا احمد ادرید اف یاهو یاهو دات کام اوکی کمی اوکی بگی این دیگه قسمت به شکل سیگنیچر چی شدید درد شد این همیشه فعال هسته واز اگر بخوایی که اینجا امضا کنی یعنی او یک آله هسته فرض مثال ماوس رو در کمیتر در پورت یو اس بی وصل میشه و باز در ورق تفید که امضا کنی دیگه قسمت اوتومات چی میشه وصل میشه باز اگر میخوای کوره فعال بسازی از این قسمت اد سیگنیچر سروایس هسته بالا کلیک میکنی در صورت که آله موجود باشه یعنی یک محل امضا رو به ما تهیه میکنه. دیگه از این قسمت داریم آبجکت. ما اینجا مثلا یک ریپورت درج کنیم میخوایم که داکیومنت از از ورد بیارم باز من این قسمت میایین از این قسمت مثلا هر پروگرام که در کامپیوتر تو سال سید خود میشه کوره واس کنی یک سه میخوای لینگ مثلا ورد ما میخوایم واس کنیم اوکی داینامی صفحه اکسل برنامه ورد خارج از کلیک کو تمام مینیمم مربوط اکسل دا اینجا دبل کلیک تمام مینیمم مربوط ورد نه متن درش اینجا مثلا
از قسمت زد میایم فرنس، از در داکیمنت اول مثلا کار میایم قسمت درش میکنیم. خب حق شد جان، میخوایم که از برنامه ورد در اکسل اکسل درش کنیم. میایم از قسمت بالایی کلک میکنیم، مثلا میخوایم از اینجا ورد باز میکنیم. یعنی اینا هر داخل از یک کلک کنیم تمام اینا مربوط ورد میشه، خارج از این مربوط اکسل و داخل از مربوط ورد. هر چیزی داشت نارمیشه که شما اینجا درش کنیم، سایز زیزه کنات هم میسازیم به این شکل درش میکنیم. یه سوال وظیفی آبجکت، این هست یک آبجکت از هر پروگرام دیگر که بخواییم میشه اکسل اجرا. مثلا میخواییم از ادوب فوتوشاپ اگه میشه درش کنم، ببینین در اینجا برنامه فوتوشاپ ما باز میشه. خب نیزاده وقت میگیره، ببینین در فوتوشاپ چی شد؟ باز شد. اما در پروگرام اکسل، در اینی پروگرام فعلا فوتوشاپ نیست. خب بعد از دارین در قسمت این بود وظیفه ابجکت. دیگه سیکویتیشن، بعضی از فرمول های ریاضی مثلا کار میشه، باز از این قسمت میشه که بعضی سمبول های ریاضی شما درش کنید که در ورد هم مورد مطالعه قرار داده بدیم. دیگه از سمبول، بعضی از سمبول ها کار میشه، مثلا میخوایم این سمبول درش کنیم، بالاش کلیک کنیم انزرت بگیریم، اون سمبول چی شد؟ انزرت میشه. در این قسمت این سمبول های مختلف هست، برای سمبول کلیک کنیم، مثلا این سمبول کار دیم، هر سمبول کار دیم فقط انزرت بگیریم اون سمبول. دیگه از سپیشل کرده اینجا سمبول های مختلف در این قسمت هست. این بود درس ما مربوط مینوی انزرت و مینوی پیج لیات. انشاءالله روز بعدی مورد مطالعه قرار میتیم، امروز هم که کفایت میکنه.